درود بر شما همیهنان عزیز و یاران همیشگی کانال مردمی آوای ایران به این برنامه شبانگاهی خوش آمدید امشب با موضوعاتی مهم در ارتباط با میهن دربندمان در خدمت شما عزیزان هستیم فراخان و بیانیه مهم شاهزاده رضا پهلوی برای قیام مردم لورستان دای دای وقت جنگه و روزهای آتشین و پر در انتظار خاور میانه سپاه پاسداران در بزرگترین قمار حیات 44 ساله خود یا زنده بیرون می آیی یا کار تمام است دعوت می کنیم در ادامه ضمن لایک کردن این ویدیو بیننده مشروع این اخبار باشید درود مردم شریف ایران نوید افکاری <تصفح> فراخان و بیانیه مهم شاهزاده رضا پهلوی برای قیام مردم لرستان دای دای وقت جنگه شاهزاده رضا پهلوی با نشر تصویری از منصور سگوند جوان معترضی که به طرز مشکوکی و چند روز پس از آزادی از بازداشت نیروی انتظامی جان باخت از مردم لورستان و استانهای همجوار خواست صبح سهشنبه 16 خورداد در مراسم خاک سپاری دختر ایران شرکت کنند. او نوشت این جنایت فراموش نمی شود در پی همین فراخان صبح امروز ویدیوهایی از خروش مردم خرم‌آباد در مراسم خاک سپاری دختر دختر ایران منصور سگوند در شبکه های اجتماعی منتشر شد. بر اساس اطلاعات اختصاصی منصور سگوند معترض 19 ساله که روز 14 خرداد به شکلی مشکوک جان خود را از دست داد روز سهشنبه 9 خرداد از سوی نیروی انتظامی بازداشت و روز 10 خرداد با قرار کفالت از بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرستان آبدانان آزاد شده بود به گفته یک منبع نزدیک به خانواده سگوند او در طول ماهای گذشته تحت فشار شدیدی از سوی معموران امنیتی استان ایلام قرار داشت. شامگاه یک شنبه مسئولان درمانی اتاق ایلام اعلام کردند منصور سگوند دانشجوی حقوق ساکن شهر آبدانان که کنارگیری اعتراضی از همکاری با نیروی انتظامی را اعلام کرده بود به دلیل است قلبی درگذشته است. خبرگزاری ایرنا در ساعات پایانی شامگاه یکشنبه جان باختن منصور سگوند را به نقل از سید نور علی مرادی رئیس اورژانس بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایلام تعیید کرد و دلیل آن را ایست قلبی و تنفسی دانست به گفته این مقام پزشکی و درمانی نیروهای اورژانس ظهر یکشنبه در پی گزارشی تلفنی درباره یک مورد بیمار با کاهش سطح هوشیاری به محل اعزام شدند و پیکر منصور سگوند را که دچار ایست قلبی تنفسی و سیانوس شده بود تحویل گرفتند و یفزوده که عملیات احیا در همان محل حادثه شروع و سپس در آمبولانس تا بیمارستان ادامه یافت خبرگزاری ایرنا همچنین از قول ایرج سفری رئیس بیمارستان رسول اکرم آبدانان نوشت راس ساعت 15 و 15 عصر بیمار جوان 18 ساله ای به نام منصور سگوند با علائم کامل قلبی تنفسی به اورژانس بیمارستان رسول اکرم آبدانان توسط واحد فوریت های پزشکی منتقل شد اما بیمار فاقد هرگونه علائم حیاتی بود. رئیس بیمارستان رسول اکرم آبدانان افزود بلافاصله عملیات احیا توسط پرسنل اورژانس بیمارستان شروع و پس از یک ساعت تلاش متاسفانه این اقدامات درمانی بینتیجه بوده و در ساعت 16 و 10 دقیقه با دستور پزشک اورژانس عملیات درمانی متوقف و فوت این دختر دانشجو اعلام شد. پیشتر ایسا بازیار فعال مدنی اهل آبدانان و ساکن خارج از کشور در صفحه توییتر خود نوشته بود که منصور سگوند معمور سابق نیروی انتظامی اهل خرم و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد آبدانان بعد از آزادی از بازداشت بدون هیچ بیماری زمینه ای با علائم ایست قلبی روز یک شنبه ساعت دوی بعد از ظهر در بیمارستان آبدانان جان باخته است. این فعال مدنی همچنین نوشته که منصور سگوند مدتی در بازداشت نیروی انتظامی بوده است. از زمان بازداشت اتهام و همچنین زمان آزادی منصور سگوند اطلاع دقیقی در دست نیست. اما حساب توییتری صدای شهریور اخبار اعتراضات را پوشش می دهد تاکید کرد که منصور سگوند سابقا عضو نیروی انتظامی بوده و در جریان فاز سوم انقلاب اسلامی با این نیرو قطع همکاری کرده و بارها از اعتراضات حمایت کرده بود و به همین دلیل نیز مدتی در بازداشت بوده است در حساب اینستاگرامی که به نام منصور سگوند فعال بوده تصویری از او با چادر فرم نیروهای زن شاغل در نیروی انتظامی منتشر شده و آمده است من منصور سگوند اهل لرستان در پلیس افتخاری نیروی انتظامی خرم‌آباد مشغول به کار بودم زین پس هیچ همکاری با نیروهای مسلح نخواهم داشت و با افتخار در کنار هموطنانم خواهم ماند مقامات قضایی و امنیتی ایلام تا کنون توضیحی درباره مرگ مشکوک این دانشجوی دختر و همکار پیشین فرماندهی انتظامی ایلام ارائه نکردند هفته یک گذشته بامداد سلیمان خانی دانشجوی 21 سال اهل آبدانان بعد از آزادی از زندان با علائم مسمومیت در بیمارستان جان خود را از دست داد بر اساس گزارشات سلیمان خانی روز چهارشنبه سوم خرداد پس از آزادی از بازداشتگاه و بازگشت به خانه نیمه شب حالش بد شد اما پس از انتقال به بیمارستان در روز هفت خرداد جان خود را از دست داد طبق برخی گزارشات رسانه ای آثار شکستگی و شکنجه در بدن این معترض مشهود بوده است در پی مرگ مشکوک سلیمان خانی شهر آبدانان روز جمعه عرصه تظاهرات ضد حکومتی شد که در این تظاهرات 20 معترض با شلیک گلوله های ساچمه ای زخمی شدند. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مسئولیت بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان را بر عهده نمیگیرد. در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، حکومت علت کشته شدن بسیاری از معترزان را دلایلی چون سقوط از بلندی یا خودکشی اعلام کرد. در طول ماه‌های گذشته معترضانی چون یلدا آقا فضلی زن جوان 19 ساله و ارشیا امام قلی زاده نوجوان 16 ساله کمی بعد از بازداشت و آزادی از زندان جان باختند و علت مرگ آنها خودکشی اعلام شد روزهای آتشین و پر در انتظار خاور میانه سپاه پاسداران در بزرگترین قمار حیاتش یا زنده بیرون می آیی یا کار تمام است در حالی که خبرها و نشانه هایی از توافق موقت بین جمهوری اسلامی و غرب در روزهای گذشته منتشر شده، تجزیه و تحلیل پشت این رفتارها نشان می دهد که اسرائیل و جمهوری اسلامی در بزنگاه مهمی از تقابلشان با یکدیگر قرار دارند. در روزهایی که آمریکا در ضعیفترین حالت خود قرار دارد و بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی دیگر به چشم ترس نگاه به آمریکا نکند، نتانیاهو تنها فردی است که میتواند در برابر ملایان تهران قد علم کند و بازی را برای همیشه تغییر دهد حال از نظرات کارشناسان نظامی و تحلیلگران مسائل نظامی این چنین برمیآید که نتانیاهو و ارتش اسرائیل در حال مقدم سازی حمله بزرگ به مواضع سپاه پاسداران هستند خبری که در روزهای گذشته نیز به آن پرداختیم اما حالا در تازه ترین اقدام سپاه که باعث می شود، این خبر رنگ روی واقعیت به خود بگیرد رونمایی از یک موشک هایپرسونیک توسط جمهوری اسلامی است در حالی که تنش ها میان تهران و غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین و نقض حقوق بشر در ایران در ماهای اخیر افزایش یافته است نیروی هوافضای سپاه در مراسمی با حضور ابراهیم رئیسی را که یک موشک هایپرسونیک خان به نمایش درآورد بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران برده این موشک 1400 کیلومتر است و سر جنگی این موشک دارای موتور کروی سوخت جامد و نازل متحرک است که قابلیت مانور در همه جهات و به شکل دهورانی را داراست این خبرگزاری همچنین نوشت که نام فتاح را برای این موشک هایپرسونیک علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده بر اساس این گزارش سرعت این موشک 13 ماخ است یک ماخ برابر با سرعت 1234 کیلومتر در ساعت. یک هفته پیش امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه از رونمایی از چنین موشکی در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود این موشک سرعت بالایی داشته و در جو و خارج از جو می تواند مانور دهد. همچنین از همه سامانه های سپر موشکی عبور میکند. او آبان سال گذشته نیز چنین ادعایی را مطرح کرده بود. این موشک سرعت بالایی دارد و در جو و خارج از میتواند می تواند مانور دهد کمی بعد اما یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این ادعای حاجی زاده درباره ساخت چنین موشکی را زیر سوال برد و اکنون نیز زنان می رود که این موشک را مسکو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته باشد سابرینا سینگ سخنگوی پنتاگون گفته بود مقام های آمریکایی در جریان ادعای مطرح شده در ایران قرار گرفتند اما ما به این گزارش ها شک و تردید داریم او اضافه کرده بود مثل همیشه من از صحبت درباره اطلاعات گزارش ها و ارزیابی هایمان خودداری می کنم. اما به نظارت دقیق بر ایران ادامه می دهیم که شامل هر گونه توسعه یا تکثیر فناوری پیشرفته ایران یا سامانه های موشکی هم می شود با این حال خبرگزاری رویترز روز سهشنبه 16 خرداد نوشت که اعلام ساخت چنین موشکی از سوی جمهوری اسلامی احتمالا نگرانی های غرب در مورد توانایی موشکی تهران را تشدید می کند. همچنین پوست پست به نقل از زاده نوشته که موشک هایپرسونیک ممکن است در 400 ثانیه از ایران به اسرائیل برسد. موشک های مافوق صوت می توانند حداقل 5 برابر سریعتر از سرعت صوت و در یک مسیر پیچیده پرواز کنند که رهگیری آنها را دشوار می کند. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی مدعی شده موشک فاتح می تواند سیستم های ضد موشکی پیشرفته دشمن را هدف قرار دهد و یک جهش نسلی بزرگ در زمینه موشکی است. رقم مخالفت آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی گفته برنامه موشکی خود را بیشتر توسعه خواهد داد با این حال تحلیلگران نظامی غربی میگویند که جمهوری اسلامی گاهی در مورد توانایی های موشکی خود اقراق می کند حال حقیقت هر چه باشد در آینده نزدیک روند تحولات منطقه به ما نشان می دهد که جنگ بزرگی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در می گیرد. یا خیر اما آنچه پیداست وقت برای نتانیاهو و غرب به سرعت در حال از از دست رفتن است. تجربه نشان داده که نتانیاهو به راحتی نمیگذارد جمهوری اسلامی از چنگش فرار کند. باید منتظر ماند و دید این بار هم او ضربه محکم به رژیم ملاها وارد می کند یا خیر. همراهان عزیز و گرامی به پایان این برنامه از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید با درمیان گذاشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار و همچنین لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم تحریریه آوای ایران باشید